رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من از ایران تماس میگیرم، خیلی خوشحالم که باهاتون تونستم تماس بگیرم و صحبت کنم. منم همینطور عزیز، بفرمایید. زنده باشین جناب دکتر. من 40 سالمه. در مورد زندگی مشترکم تماس گرفتم که باهاتون مشورت کنم. همسر من هم 47 سالشه. ما هر دومون یه خواهر، یعنی من دو فرزنده هست، یعنی با این قبول شدم آقای دکتر درست نمیشه. حالا بذارید، هر دو فرزند چندم هستی؟ من فرزند اولم، همسرم فرزند دومه و اختلاف هر دومونم خواهر داریم. اختلاف سنی من با خواهرم 4.5 سال، همسرم 4 سال. چه مدتی ازدواج کرد؟ نه صبر کن، چه مدتی ازدواج کردی؟ آقای دکتر 6 ساله. اوکی، فرزند چی دارید؟ من هیچ فرزندی نداریم، یعنی یه دور من باردار شدم که سقط شد بچه، بعد حالا هر چی که داریم الان تلاش میکنیم نشد، حالا الان باز دوباره یه مرکز تخصصی ناباروری من مراجعه کردم، اونا تشخیص دادن که باید IVF انجام بدن، بعد حالا دارم کارهای قبلیش انجام میدم که مثلا این کار برام انجام بدن. بسیار خوب، یه سال آخر من، هر دو چی خوندید چه میکنی؟ آقای دکتر من کاردانی حسابداری خوندم، همسرم کارشناسی کامپیوتر. من چه دیپلم؟ من ریاضی فیزیک. نه اونش مهم نیستیه. بسیار خوب. والا من متاسفانه عزیز، یه چون 15 دقیقه بیشتر وقت ندارم، به من بگید مشکل و مسئله که الان تو زندگیتونه چی عزیز؟ آقای دکتر من و همسرم خیلی با هم تنش داریم. مثلا من سعی میکنم که این زندگی آرومی باشه، البته همسرم سعی خودشو میکنه ولی به اون آرامشی که میخوایم نمیرسیم. همسر من خب یه سری مسائل اقتصادی براش به وجود اومده، خب یه مقدار آدم مثلا عصبی و تندی هستش. بعد حالا من نمیدونم من آستانه تحملم کمه یا من بلد نیستم برخورد بکنم. بعد این مثلا یه وقت خب مثلا هی رد میشه این مسائل، ولی یه وقت نه دیگه، هی با هم درگیریمون، یعنی اتفاق میشه. حالا لفظی منظور دیگه. خب نه ببینید، نه صبر کنید. آخه در جبه کدام موضوع با هم اختلاف نظر دارید یا اختلاف پیدا میشه؟ ببینید مثلا من میام یه مسئله رو از نظر خودم مثلا کوچیک باش مطرح میکنم، بعد یه دفعه اول میدونین آقای دکتر به جای اینکه بیایم با هم صحبت بکنیم یه دفعه عصبانی میشه، بعد که عصبانیتش خاموش میشه بعد حالا میشینیم مثلا در موردش صحبت میکنیم، بعد اون موقع من انقدر ناراحتم درست نمیتونیم با هم گفتگو کنیم. خب آخه شما چرا مسائل اونجوری مطرح میکنید؟ چرا شما به صورت یه سوال مطرح نمیکنید تا نظرتون رو بدید؟ آیا منظور شما اینه که من اول نظرم رو میگم؟ نه حتما این کار رو میکنیم. شما اگر برگردید بگید مثلا این جمعه فکر کنیم چی کار کنیم یا مهمونی بریم یا بگیریم، تو نظرت چیه؟ دعواتون نمیشه. شما میگید من تصمیم گرفتم جمعه بریم پیکنیک یا شنبه میخوام چند تا مهمون دعوت کنم، خب اونجا کار خراب میکنم. برای که تیپ روانیه که توضیح میدید. ولی اگر شما به صورت ببینید عزیز، اصولا گفتگو قرار موضوع مطرح بشه، راجبش حرف زده بشه، بعد به این نتیجه برسید. ولی وقتی شما چون تیپ روانیتون هر دو تا با دو تا بچه بودید، تیپ روانیتون این است که اعلام میکنید نظرتون رو. خب ایشون هم فرضش بر این است که شما اعلام میکنید نظرتون، معناش این است که این باید اینجوری باشه، پس باید بجنگه. شما هدفتون تصمیمی مشترک نیست، شما تصمیمتون رو گرفتید، نظرتون رو دارید مطرح میکنید، و اینجاست که مثلا یه تیپی که زمینه های خشم و عصبانیت داره کاملا به هم میریزه. در حالی که اگر شما حرفتون است که خیلی خوب، آیا دلت میخواد مثلا ما سفری بریم یا نه، آیا دلت میخواد مهمونی بدیم یا نه، آیا دلت میخواد اگر دعوتمون کردن بریم یا حوصله نداری، روزی که اینجوری مطرح کنید حتما دعوا میشه.
گرفتم آقای دکتر، متوجه شدم. بله شما درست میگید. آخه من آقای دکتر خیلی هم با خودم تو چلنجم. من خب توی خانواده بزرگ شدم خیلی باید و نباید توش بود. بعد من خودم مثلا خیلی حرمت نفسم پایینه، که حالا این فرمایشات شما را من گوش دادم، ولی خب بازم باید برای خودم اینقدر تکرار کنم تمرین بشه یه ذره بره بالا این حرمت نفسه. به خاطر همین اینقدر خودم رو زیر سوال میبرم، نمیدونم. بعد من یه متاسفانه یه کمالگرایی تو وجودم هست که من فکر میکنم که همسر منم همینو داره. بعد یه جاهای اینجا این کمالگرایی های هم یه به هم برخورد میکنه. نه نه ببین عزیز، نه نه کمالگرایی خطر نداره. کمالگرایی معناش این است که ما باید بریم طبقات بالا پله به پله میریم. نه اون این کمالگرایی نیست. اون چیزی که هست بعدی کمال پرستیه، یعنی پرفکشنیزمه که ما باید کارا رو درست و خوب و بدون عیب و ایراد انجام. این بیماریه، از یه که بگذره بیماریست. یعنی من تو دنیا من ناقص، همه کارام همیشه ناقص بوده و هست و خواهد بود. تام شد. هر کی هم بگه که کارات عیب و ایراد داره، میگم 100% حق با توه. داره، برای که من یه موجود ناقصیم، هر کاری هم که بکنم عیب و ایراد داره. یعنی ببینید عزیز، اینا بنابراین مشکل شما به دلیل جایگاهتون نشون دهنده یه نوع استرابه همراه با احساس خجالت، که همطور که خودت گفتی با حرمت نفس آشنایی، یعنی پایین بودن حرمت نفس. حالا چون حرمت نفس پایینه، پس من باید حالت یا دفاع یا حمله به خودم بگیرم از آغاز. یعنی من باید برم اینقدر توضیح بدم که بگم چرا این کار رو دارم میکنم، یا باید حمله کنم که طرف فرصت نکنه و معلومه که بینتون اختلاف میشه. یعنی اشکال کار اینجاست. یعنی به نظر من اگر بگی 90% مشکل من و همسرم چیه، میگم ای بسا فقط و فقط چگونگی کامیونیکیشن و ارتباطتون. یعنی ارتباطی که چجوری باید حرف زد مسئله است عزیز. شما اونجا گیر و گرفتار، یعنی هر دوتا باید قبول کنیم ما با هم متفاوتیم. تو سنین بالا ازدواج کردیم، ایشون 41 سالشون ازدواج کرده، یه هرچی باید میشده شده. منم که خب برحال کم سن و سال نبودم، 20 سالم 18 سالم که نبوده، منم یه چیزایی شدم. پس ما همین بعدم زن و مردیم، اونم توی جامعه مانند ایران معلومه از 10 موضوع 5 موضوع با هم اختلاف داریم. ولی باید اختلاف اونو به عنوان تفاوت بگیریم، نه خوب و بد و درست و غلط، و بعد محتاطانه حرکت کنیم. یعنی همطور گفتم به صورت یه موضوع، به صورت یک نظر، به صورت یه پیشنهاد، نه به عنوان تصمیم گرفتن و یا اینکه چه کار میخوام بکنم یا نکنم که ایشون رو به اون مرحله برسونید. و بعدش هم قبول کنید با هم حرف بزنید، برای که این موضوع برق از خود هم از این که به راه شما برن یا به راه ایشون برن فرقی نمیکنه. میدونید اینقدر تفاوتی نیست، بنابراین اصلا این حساسیت ها رو هم نش باشید. بعدش هم مشکل پرفکشنیسم و کمال پرستیتون مثلا است. یعنی حالا بعد از اینکه تصمیم گرفتید دو تا کار میکنید، یکی اینکه بیش از حد میخواهید خوب باشه، دوم از ترس اینکه اگر خوب نباشه این کارا رو به تاخیر میندازید. یعنی معمولا آدمایی که کمال پرستی دارن زمینه ای هم دارن، برای که تا زمانی که کاری نکردن خب کسی عیب و ایراد روش نمیذاره، وقتی کردن عیب و ایراد میذاره، پس بهتره کارو بذارم در دقایق آخر. و اینم یه مقدار فشار میاره روتون و کار دستتون میده. البته دلایل دیگه هم هست. بنابراین ببینید عزیز، شما اولا ازدواج کردید، هر دو تا سن و سالی هستید که دیگه ماجرای جدایی و ازدواج بعد یا اینا منتفی است. پس باید یه جوری کوشش کنید به هم دیگه کمک کنید و همطور که بارها گفتم از همدیگه بهترین رو در بیاره. چون تمام واقعا هنر زندگی در زندگی زناشویی این که دوتا آدم خوب یا بهترین همدیگه رو بیرون بیارن تا بد و بدترین رو. چون متأسفانه برخی از زن و شوهرها هستن که به گونه‌ای با هم حرکت میکنن که چه زن و چه مرد هرگز اون همه با هیچ از بدرفتاری و بد خلقی و یا حتی واکنش‌های این چه نشون ندن. یعنی این آدم از من بدترینم رو بیرون میاره، یه آدم بهترین. به همجاز که من گفتم اصلا شرط یک رابطه سالم اینه که من در ارتباط با این آدم فکر میکنم این دائما داره خوب من و یا بهتر و بهترین من رو بیرون میاره، تا اینکه بد من و بدترین من رو. اما همطور که شما خودتون گفتید و ماجرای خشم و عصبانیت ایشون رو مطرح کردید،
کاری ندارم که مسئولیت عصبانیت با خود ایشونه و حتی خشمشون، ولی واقعیت مسئله این است که زمینه ای فراهم میکنید که بد هم دیگر رو بیرون بیارید و اینو باید مواظب باشید. بعد از یه مدتی راههایی پیدا میکنید که من میتونم همون موضوع ها رو همطور که گفتم مطرح کنم به صورت پرسش، به صورتی که نظر تو چیه، تا اینکه به گونه این چنین باشه و بعدم مخالفت با نظر خودتون رو مخالفت با خودتون، این که منو دوست نداره، منو نمیخواد، داره از من دور میشه، شاید از زندگی با من پشیمون شده، نبری. چون ببینید اشکال کار اینه، ما فکر کنیم اگر یک کسی با ما مخالفت کرد با ما مخالف، اصلا شما با عقیده و نظر من مخالفید. تازه این عقیده و نظر من اولا اشتباهه، دوم مثلا از یه منبع اشتباهی گرفتن دارم بیان میکنم. من چرا عقیده خودم بدونم؟ من همیشه گفتم من اگر حرفایی میزنم هر جاش عیب و ایراد داره تقصیر بقیه است، برای که من از اونو یاد گرفتم، من خودم چیزی درست نکردم. مگر من و شما به زبان فارسی لغتی اضافه کردیم؟ خب ما داریم لغاتی رو به کار میبریم که بقیه به کار بردن. خب لغت ها نمیدونم خوش صدا نیست و خوب نیست، خب نیست که نیست، به من چه؟ من که مسئولیتش ندارم عزیز. اشکال کار این است که وقتی ما همطور که خودتون گفتید حرمت نفس پایینی داریم، هر کسی که با ما با نظر ما مخالف باشه مثل که با من مخالفه. برخی از اوقات هم فکر کنیم مخالفت یعنی تا پای مرگ و کشتن من و نبودن من پیش بره، که متأسفانه است، یعنی ذهنیت بسیاری از ما همینه دیگه. من میگم این کارو بکن، میگم که خب برو گم شو، اصلا برو بمیر، تا پای مرگش من رفتم سر هیچی، یعنی فکر کردم که چون نظر منو نمیپذیره از وحشت این که منو چقدر هیچی نمیدونه دارم اون حرفا رو بهش میزنم. بنابراین شما لطفاً ببینید، حتماً هم هست، نمیدونم، به زبان فارسی کتابهایی هست در جهت چگونگی گفتگو یا کامیونیکیشن میان آدما و به ویژه زن و شوهر. اونا خیلی خیلی میتونه کمک بکنه که ما در گفتگو همونطور که باز تکرار میکنم بهترین هم رو بیرون بیاریم. یعنی شما با یه جایی میرید میبینید که نوع حرف زدنتون، برخوردتون، رفتارتون، آداب و ادبی که هست، همه اینا خوبه، خوبه، خب خیلی خوب، جای خوبیه. تا آدم بره یه جایی که آدم باشه که بد خودشو بیرون بیاره، حرف زشت بزنه، کار بد و غلط بکنه و گرفتاری ایجاد کنه، مسئله فقط و فقط اونجاست. و مطمئنم هر دوستاتون باهوشتر از این هستید که از عهده یه چنین چیزی بر نیاد. در خصوص بچه هم اگر واقعا بتونن پیشنهاد کردن، چون خیلی میتونه کمکتون کنه اگر برحال از نظر کلی با هم راحت هستید، چرا که نه. حالا چیز دیگه 4-5 دقیقه من فرصت دارم، اگر مطلبی هست من در خدمتتون هستم. بله، خواهش میکنم. این که خیالم راحت شد الان گفتین که بچه، من همش حرفای شما رو که گوش میدادم یه استرابی گرفته بودم، گفتم من 40 سالم، اگه مثلا الان بخواد بچه بیاد یه وقت مثلا مشکلی هستش، یعنی مثلا ممکنه که به وجود بیاد و اینا. حالا الان شما میگین که همیشه احتمالش هست عزیز. ببینید همیشه شما بعد از سن به یک اعتبار 35 یه درصدای اشکالی که برای مادر یا بچه پیدا میشه هست، ولی ما تو دنیایی هستیم که اصلا بدون خطر و ریسک نمیشه زندگی کرد عزیز. من فرض کنید وقتی سوار اتومبیل میشم تو خیابونا، مسئله مرگ و زندگی الان مطرحه، یه تصادف میتونه موجب مرگ من بشه. بنابراین ما تو دنیایی نیستیم که بتونیم یه جوری دائما خیلی مواظب و مراقب باشیم و فکر کنیم که میتونیم شرایطی رو به وجود بیاریم که خطری ما رو تهدید نکنه. من به صدها گونه مختلف میتونم فردا نباشم و مرده باشم، به صدها گونه مختلف. خب بنابراین در این همچین دنیای بی ثبات و بی قراری که من و شما قرار نیست نگران مسائل از این قبیل باشیم، بله، چه بهتر که شما 30 سالتون بود، چه بهتر که شما بدون کمک پزشکی میتونستید به صورت طبیعی صاحب فرزند بشید، ولی خب اینا نشده. ولی خب هنوز وقتی از نظر پزشکی میگن این کار شدنیست و ما کمکتون میکنیم، اگر انتخاب کردید کردید. به علاوه ما در دنیایی هستیم که عزیز همه کارهای ما همیشه با شک و احتمال همراه. بله آقای دکتر، این جان سلامت، بفرمایید. الو جناب دکتر. جانم الان شما صداتون یه لحظه قطع شد، بفرمایید. بله ببخشید، میگم همسر من معتقدن که من خیلی مثل معلم رفتار میکنم تو زندگی، یه جاهایی درست میگن ایشون،
ولی من مثلا دارم سعی خودم میکنم، مثلا میبینم وقتی استراب داره بهش میگم خب ورزش کن، نمیدونم بیا با هم، نه نکنی، نه فایده نداره، اصلا فایده نداره. نه ببینید عزیز، نقش مادری و راهنما به خودتون نگیرید اصلا، حتی آدم ها رو خشمگین و عصبانی میکنه. بعدم شما ببینید، فرض کنید همسر شما ناراحته و یا ده جور به اینکه مسئله رو چجوری برای خودش حل کنه فکر میکنه، بعد شما یه دفعه میگید بیا راه بریم، اصلا دیوونش میکنه. یعنی حتی میدونید برخی از اوقات آدم فکر میکنه من اصلا دارم فکر میکنم که شاید حتی خودم رو بکشم، این میگه بریم راه بریم، در حالی که شما ایرادی ندارید پیشنهادتون، ولی راها کنید عزیز. ببینید یکی از چیزایی که تو زندگی ما متاسفانه مردم ایران بلد نیستیم، به در حالی که وارد بحثش نمیخوام بشم، این که دائما میخوایم به همه بگیم چیکار بکن چیکار نکن، ولش کنید. ما اصلا تموم شده دوران این ماجرا. ما تو دنیایی هستیم که اگر از ما سوال کردن جواب میدیم، اگر اصرار به این داشتن که نظرتو بگو جواب میدیم. من بارها خدمتتون عرض کردم، من تو هزاران مهمونی رفتم، بحث‌های جدی درباره مسائل روانی و اجتماعی و بچه‌ها و اینا با تا بوده، باور میکنید تو 990 تاش هیچی نگفتن، برای که اونجا نه محل کنفرانس منه نه رادیو هست، برای من حرفام هم زدم، برای که دلیل نداره عزیز که من اظهار نظر عقیده بکنم. بذار اولا از اظهار عقیده و نظر دیگران که خیلی هم مفیده برای من بهره بگیرم، چرا من باید حرف بزنم؟ برابر این شما تو زندگیتون یاد بگیرید حرفی رو که ازتون میپرسن و اصرار دارن که جواب بده رو جواب بدید، ولی خودتون داوطلبانه پیشنهاد کنید یه چای بخور، حالا نمیدونم تلفن شما به همه چای بخور یا چنین کاری رو بکن. برای که گفتم متاسفانه در بسیاری از موارد ما اون حال و احساس خوب رو نداریم. فکر کنم تلفنتون هم قطع شد، به هر حال چون این اتفاقات وقتی میفته که تلفن ها قطع میشه از اینا، ولی فکر کنم حرف اون رو به هم زدیم. به هر حال امیدوارم هر دوتون و فرزندی که به دنبالش هستید رو بتونید به خوبی و سلامتی داشته باشید.